در همین ارتباط همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی. آقای حسنیاری، طوری که در خبر هم خوندم، خبرگزاری داخلی مثل ایرنا گفتن که منشأ این صداها و انفجارها رزمایشی بوده که سپاه انجام میداده، اما مردم در شبکه‌های اجتماعی چیز دیگه میگن. ارزیابی شما بر اساس گزارش ها و ویدیوهایی که منتشر شده چه است؟ درود بر شما و درود بر همیهنان ما. ببینید، جمهوری اسلامی هرگز در این مورد و موارد مهم دیگری خبررسانی نکرده. بعد از اون که خبرها معمولا از جانب اسرائیلی ها و یا در شبکه‌های اجتماعی نشر پیدا کرده، اون زمان جمهوری اسلامی بخشی از واقعیت رو پذیرفته. در این مورد هم احتمالاً چنین امری رو می شود متصور شد. ضمن این که این حجم از آتش رو که در این ویدیوی نسبتاً کوتاه دیدیم و در چنین ساعتی از شب، خب شک براندازه، به خاطر اینکه یک چنین مانوری رزمایشی در این موقع از شب، حتی اگر کسی همون خبر همونی باشد که تسنیم، خبرگزاری فارسی ایرنا و دیگران میگویند، نشانی بسیار روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی، دولت، هرگز آسایش مردم رو نخواسته، در حالی که در بسیاری از کشورها پروازهای شبانه هواپیماهای مسافربری ممنوع به خاطر آرامش مردم. بنابراین بایستی به انتظار نشستید که آیا خبری از جانب اسرائیل درز پیدا میکنه در این مورد. نشانه از این هست که این حمله یک حمله پهپادی بوده، به خصوص که سال پیش حمله مشابهی در همون اطراف کرج به یکی از مراکز کمک کننده به ساخت سانتریفیوژ های جمهوری اسلامی صورت گرفته بودی که خساراتی به بار آورده. در این مورد هم بایستی دید که آیا چنین شده یا نه، ولی امر مسلم این که وضعیت به گونه ایست که هیچ کسی امروز سخنان رهبران جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و دیگران رو در مورد چنین فعالیت هایی، چنین حملات احتمالی قبول نمی کنه و خب این نشانه از بی‌اعتمادی کامل هست که خود نشانه و مقدمه است برای اینکه جمهوری اسلامی اعتبار احتمالی رو یا حداقل اعتباری رو که در گذشته داشته از دست داده. بنابراین همه مشابه این رو دیدیم در گذشته، حملات پهپادی بودند، حملات به تأسیسات موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند. بایستی دید که آقای حسنیاری، اگر فرض بشه که این حمله پهپادی باشه و در گفته بشه که این حمله پهپادی باشه، یا اسرائیل، رسانه‌های اسرائیلی یا خود اسرائیل بگه که این حمله پهپادی باشه، اینطور حملات به نظر شما بیانگر این نیست که جمهوری اسلامی در تأمین امنیت مراکز و نهادهای نظامی خودش ناتوانه؟ جمهوری اسلامی حتی از فردای انقلاب 57 هم ناتوان بوده. جنگ 8 ساله‌ای که به راه انداخت آیت الله خمینی با فراخوان ملت‌های عرب برای سرنگونی رهبران خود، و از اون زمان تا حالا، تا به حال می‌بینیم که جمهوری اسلامی قادر نبوده حتی از رهبران درجه یک خود محافظت بکنه. امروز می شود گفت که آسمان ایران و زمین ایران در اختیار اسرائیل هست، جاسوسان اسرائیلی، و به همین خاطر هست که اسرائیلی ها انتخاب می کنند به چه اهدافی حمله بکنند، و حملاتی که تا به حال به اون اهداف انجام دادن، حتی در سری ترین مراکز هسته جمهوری اسلامی، حملاتی بودند که به واقع تا حد زیادی فلج کننده بودند، و این حملات به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهند کرد، به خاطر اینکه اسرائیل تا مغز استخوان، به قول احمدی نژاد، تا مغز استخوان جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی نفوذ کرده، و اگر حتی حمله پهپادی مستقیم خود انجام نده، از طریق خرابکاری در تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی به طور قطع توانایی رو داره، دیده شده در گذشته و به اعتقاد من در آینده هم خواهیم دید، و به تدریج که جمهوری اسلامی به غنای بیشتر
اورانیوم دست بزنه، انتظار میده که این حملات بیشتر ادامه پیدا بکنن و زمان این حملات بین این حملات کوتاه‌تر بشه، به خاطر اینکه نگرانی که اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی منطقه از حرکات اسرائیل و توسعه برنامه موشکی و اتمی جمهوری اسلامی دارند.